سلام دوستان خوش اومدین به یک هفته نامه دیگه از آکادمی گنج دفعه کمی متفاوته چون که من سری اعتراف دارم که باید بکنم واقعیتش اینه که حق با شما بود حق با شما بود توی این 5 سال اخیر خیلی بیشتر از یکی دو نفر خیلی تعداد زیادیتون برگشتون این سری حرفایی زدین که من باش با مخالفت های جدی کردم کلی اینو مدرک آوردم ولی خب واقعیت اینه که حق با شما بود واقعیت اینه که خیلی از حرف هایی که به نام فاد در بیت کوین گفته میشه شاید اونقدر هم دروغین نیستش شاید بیت کوین واقعا مصرف انرژی زیاده شاید بیت کوین واقعا پول خلافکاره است شاید بیت کوین هیچ فایده ای نداره هیچ استفاده واقعی در دنیا نداره و ما اینجا وقت وقتمون رو طرف میکردیم خلاصه که امروز اومدم که یک عذرخواهی بزرگ به شما بدم که خیلی وقته که بهتون بده کار هستم و امیدوارم که از من قبول بکنید که وقت خودتون وقت خودم رو گرفتم و اگر که باعث مشکلی در این چند وقت شدم حال ممنونم ممنونم از اینکه همراه ما بودین خیلی کوتاه خواهد بود امروز و صرفا این اعتراف من هستش برای امروز و برای این هفته نامه ممنونم ازتون ممنونم ازتون که با وجود اینکه همه این حرف های به وضوح نادرست رو مدت ها از من میشنیدین باز هم نشستین پایین برنامه ها و گوش دادین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم امیدوارم که هیچ کس دیگه این شکلی بهتون دروغ نگه ممنون خب با شناختی که از همتون دارم میدونم که احتمالا گول نخوردیم سلام دوستان بردی هستم آکادمی گنج برگشتیم به یک هفته نامه دیگر طبیعتا سیزده به در بود و جلوی در خودم رو نتونستم بگیرم که بخوام یک دروغ در سیزده حتی کوچیک با هم داشته باشیم من امروز همطور که از صدا مشخص هستش کمی سرما خوردم من یک کمی کوتاهتر خواهد بود ویدیو ولی خوب گفتم که حتما نتون باشم و این روند همیشه هفته نامه رو با هم ادامه بدیم ما همراه باشید خب دوستان از اخبار هفته گذشته شروع میکنیم طبق معمول شد من در مورد یه خبر امروز بیشتر صحبت نمیکنم و اون کور پی سی ایندکس بودش که روز جمعه اعلام شد پی همطور که میدونیم مثل CPI شاخص تورمی هستش ولی شاخصی هستش که برای فد خیلی مهمتر هستش طبق انتظارات مثبت ادامه درصد برای ماه فوریه اعلام شد و شاید مهمتر از خود عددش صحبت آقای پاول بود که چیزی که از تورم داریم بینیم همون تقریبا همون چیزهایی هستش که انتظار داشتیم و خب این منجر به این شد که انتظارات ما برای اولین کاهش نرخ بهره در ماه جون افزایش پیدا بکنه حدود 60 و خورده درصد که 70 درصد پیش بینی ها برای این هستش که اولین کاهش نرخ بهره ماه جون خواهد بود و طبیعتا تاثیراتش در بازار هم منتقل شد که الان با هم نگاه میکنیم یک کمی با ترتیب متفاوت به طور خاص توی طلا تاثیرش رو به طرز قابل توجهی هم روز جمعه دیدیم و هم الان داریم میبینیم الان که این ویدیو داره ضبط میشه ساعت اولیه روز دوشنبه یا اواخر روز یک شنبه هستیم و خب علت این که این اتفاق میفته چی علت این هستش که وقتی انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره وجود داره طلا خیلی سرمایه گذاری بهتری به نظر میاد چون بالاخره اون اپورتونتی کاست رو نداره بجای اینکه پول رو بخوان توی باند نگه دارن و درصد بگیرن میتونن توی طلا به شکل امتر نگه دارن اما وقتی نرخ بهر بالاست این کارت خیلی منطقی به نظر نمیاد پس این میتونه توجیه خیلی قابل توجهی باشه برای چند تا کندل سبز طلا و طلا در وضعیت خیلی خوبی هستش مدت ها هستش داریم روی موضوع صحبت میکنیم روند پرقدرت آل تایم های شکستنش کماکان ادامه داره که دیدنش طبیعتا جالب و تا حد خوبی لذت بخش هستش. پس این از داستان هفته گذشته هفته پیش رو چه خواهیم داشت هفته پیش رو از آمریکا آخر هفته نرخ بیکاری رو داریم اون چجوری بگم شاید اون آ... شاید میخ آخر تابوتی که پاول و فدرال رزرو نیاز داره برای اینکه مطمئن بشه برای کاهش نرخ بهره بالا بودن نرخ بیکاری هستش ببینیم که چطور خواهد بود همچنین نارفارم امپلویمنت چینج تغییر اشتغال غیر کشاورزی رو داریم در روز جمعه و همچنین البته برای کانادا هم روز جمعه این دو تا عدد اعلام خواهد شد تغییر بیکاری و نرخ بیکاری به طور کل دیگه از در واقع آمریکا آقای پاور روز چهارشنبه صحبتی خواهد داشت و از سوئیس هم سی پی آی رو خواهیم داشت در روز چهارشنبه ساعت 11 شب به وقت غرب آمریکا خب پس این از اخبارمون فدواش رو با هم نگاه کردیم برای می برای جلسه آینده که سی روز با هم فاصله داره تقریبا متفق القول بازار معتقد هستش که نرخ بهره جای نخواهد رفت ولی خب دعوا سر جلسه بعدی در ماه جون خواهد بود که به نظر میرسه که یک کاهش 25 صدامی نرخ بهره چیزی هستش که بازار انتظار داره اما یه کمی راجع به صحبت کنیم من دو تا جارت هستش که میخوام راجبشون صحبت کنم یکی در مورد ریلایز پرافیت بای کوهورت هستش اگر ما تقسیم بکنیم تریدرها و سرمایه گذاران و هولدرهای بیت کوین رو به دو دسته یه لانگ ترم هولدر و شورت ترم ها میتونیم ببینیم که چقدر در حال کسب سود یا در برداشت سود هستن در حال فروش و برداشت سودی هستند که در کوتاه مدت و در بلند مدت کسب کردن رنگ قرمز برای کوتاه مدت ها و رنگ آبی برای بلند مدت ها رو داریم مشاهده می کنیم و اگر که به مقدار سود برداشته شده به واحد دلار نگاه بکنیم می ببینیم که عددی که توش هستیم چه برای شورت ترم هولدر ها و چه برای لانگ ترم هولدر ها خیلی شبیه پیک اول سال 2021 هستش و خب این اطلاعات جالبیه و یک کمی طبیعی هستش دوستان وقتی که ما به یک مقاومت جدی می رسیم که از قضا آل تایم های قبلی بیت کوین هستش خب خیلی ها خیلی از کسانی که در طی یک دو سال اخیر پولاشون رو نگه داشتن بیت هاشون رو نگه داشتن مشغول سیو سودشون هستن طبیعتاً توی کسانی که دارن این ویدیو رو مشاهده میکنن هم از این دست آدم ها هستن و کاملاً کار درستی به نظر میاد و این میتونه یک نشانی دیگری باشه به اون نراتیو دوم به اون داستان دومی که داشتیم بهش فکر میکردیم بحث اینکه الان قبل همین هستیم شروع بول مارکت الان ممکنه که در حال اتفاق افتادن نباشه در حال دیدن اون مینی بول مارکت باشیم و این شاید یک شروع کوچیکی باشه بر انتهای روند سعودی که تا به الان داشتیم طبیعتر میگم دوباره تکرار میکنم هدف ما هیچ وقتی نبوده و نیست که بخوایم با روند مقابله بکنیم اما باید خیلی مهمه که بتونیم فلوید باشیم بتونیم انتاف پذیر باشیم و سریع بتونیم جهتمون رو عوض بکنیم به سمت پایین و به سمت روند جدیدی که ایجاد میشه از یکی دو هفته پیش بوی تغییر روند میومد هفته نامه دو هفته پیش اسمش تغییر روند بود ولی خب کماکان ما به تاییدیه های بیشتری نیاز داشتیم تا که بخوایم مایندستمون رو از بول تغییر بدیم به بر از گاف تغییر بدیم به خرس که در قسمت تکنیکال های کمی به بیشتری موضوع رو میبینیم نمودار دیگه ای که هست ان هستش ان رو اگر نگاه بکنیم مارکت value به ریلایز value تو دوره آنچین کاملی موضوعات بحث شده بحث دوره آنچین شده دوستان امروز روز آخری هستش که میتونید دوره ها رو در سایت گنج با نصف قیمت با 50 درصد تخفیف دریافت بکنیم در خود دوستان یکی دو روز دیگه یک روز دیگه اضافه شد تا 14 هم ولی خب امروز روز آخرش هست حتما حتما استفاده بکنید راجع به ام کامل صحبت کردیم راجع به بندهاشون هم صحبت کردیم صرفاً استاندارد دیوییشن هاشون رو داریم میبینیم ولی خب دوباره وضعیت مشابهی رو اینجا داریم مشاهده میکنیم که در واقع این خط ام وی میانگین ام علاوه یه دونه استاندارد دیوییشنش همیشه مقاومت بوده و الان هم هستش و خب میگم طبیعی هستش که یک مقداری برداشت سود رو اینجا داشته باشید اما اگه یک ای کمی زمان مدت زمان کوتاهتر بخوایم نگاه بکنیم به طور خاص به, به نقشه لیکویدیشن ها بخوایم بپردازیم از هفته گذشته که اینجاها تقریبا میشه دیدیم که افزایش قیمت به وجود اومد هنوز به این در واقع نقطه لیکویدیشن بزرگ نرسیدیم پس هنوز اگر قرار است اسکویزی اتفاق بیفته به طور خاص شورت اسکویزی اتفاق بیفته هنوز اتفاق نیفتاده 74000 هولوش حتی 75000 جایی هستش که اون اسکویز خیلی خیلی بزرگ میتونه باشه اگر که حرکت به سمت بالا رو داشته باشیم و سوال اینه که خب پس الان چیکار کار باید بکنیم چه چیزی رو باید معیار قرار بدیم برای اینکه بخوایم تغییر روند و خود روند رو تشخیص بدیم منتظر قسمت تکنیکال باشید خب در تکنیکال ها چه داریم که ببینیم چند تا مورد اینجا هستش که باید بهش اشاره بکنیم ولی خب من مهمترین مورد که حتما اصلا میخوام بهش اشاره بشه بحث OBB هستش اوویوی رو قبلا ما هم صحبت کردیم ویدیو آموزش کاملش رو حتما حتما ببینید که بدونید چه داره کار میکنه اما این خط روند اوویوی برای من خیلی خیلی جالب پس خط روند آبی رنگی که از کجا شروع شده از این دوتا قله شروع, شروع شده که این دوتا قله اینجاست و شروع چی بود شروع دایورجنس بود بود سه هفته پیش این اتفاق افتاد شروع واگرایی بود که در در واقع بین قیمت و او اتفاق افتاده بعد از اون میتونیم ببینیم که قدرت روند به وضوح کم شده قبل از اون رو اگر مشاهده بکنید دو سه ماه قبلش بسیار بسیار قدرتمند بود و بعد از اون شاهد کاهش قدرت قابل توجه در قیمت بودیم و به نوعی تغییر روند که بعد از اون تاییدش رو با شکست این خط روند هم دیدیم اما چیزی که به نظر میاد الان و سوال هستش اینه که چه اتفاقی اینجا خواهد افتاد به نظر من این خط روند آبی میتونه که بسیار تعیین کننده باشه برای اینکه ببینیم آیا این روند سعودی که تقریبا از ابتدای سال 2023 سال و خورده ای اخیر داخلش بودیم آیا رو به پایان هستش یا نه یک لگ دیگه به سمت بالا دارد شکست این خطر روند میتونه قدرت رو به ما نشون بده ولی خب بازگشتش به سمت پایین میتونه نقطه خیلی خوبی باشه برای اطلاع دادن به ما که این روند به پایان رسیده خیلی از دوستان به سراشانه اشاره میکنم من هفته پیش هم اشاره کردم سراشانه الگوی خوبی است اگر میخواین دنبالش بکنیم فقط با تواصلتون باشه که واقعا سرشانه رو بگیرین. میگم اتفاقی که متأسفانه خیلی میفته این ازش که دوستان میگن خب من سر و شانه ها رو تشخیص دادم پس قیمت قرار بیاد پایین و بره پایین تر نه دوستان سر شانه فقط وقتی کار میکنه وقتی قابل اتکا هستش که شکستش خودش اتفاق بیفته نه اینکه قبل از شکست بخوایم شکستش رو هم پیش بینی بکنیم بنابراین همیشه شانه کمی تاخیر و دیلی داره و طبیعتا به تنهایی قابل استفاده نیست همونطوری که توی دوره ها کامنت با هم دیگه صحبت کردیم اما سری به بازار بورس بخوایم بزنیم کماکان از دیوار نگرانی با قدرت در حال بالا رفتن هستش بازار روز جمعه بالاخره تعطیلی رو داشتیم گود فرایدی بود در کانادا و همچنین در آمریکا هفته ایستر هستیم همونطور که ایران هم در سیزده به در هستیم امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه ولی خب به هر حال تونست که هفته سبزی رو برای خودش ثبت کنه بازار بورس آروم آروم از دیوار نگرانی ها در حال بالا رفتن هستش من واقعیت زیاد نمیخوام صحبت بکنم در مورد جفت ارزها فقط چند رو که شاید هفته های گذشته بهش پرداخته بودیم رو میخوام با هم بررسی بکنیم خیلی اتفاق خاصی نیفتاد این ترید رو در دلار استرالیا به فرانک سوئیس من نگرفتم گفتم هفته پیشم گفتم با توجه به تغییر فاندامنتالی که در فرانک سوئیس به وجود اومده باید ریوالویت بکنیم ات... این ترید اتفاق نیفتاد ترید یورو به پوندمون یه کمی از سودش برگشت همونطور که هفته گذشته صحبت کرده بودیم بخشی از سود رو بالا برداشتیم به خاطر رنج خیلی محدودی که داخلش بودیم و منتظر هستیم که ببینیم به این پایین میخوره یا نه اگر نخوره و به ادامه حرکت بده به بالا خیلی عمالی اگر بخوره ما سودمون رو آردی از این جفت ارز برداشتیم یورو به دلار نیوزیلند تغییر قابل توجهی نداشتیم دوباره سودی بخشی از سودمون رو برداشتیم رو به بالا جابجا کردیم و صرفا هستیم پوند به دلار کانادا اما به نظر میسی که داخل ضرر هستش تقریبا نصف استاپلاس هم اومده پایین اما خب یه ذره جا با ایتیار براش فراهم کرده بودیم ببینیم این چه خواهد شد در طی هفته آینده با هم بررسیش خواهیم کرد و در نهایت آخرین چیز رابین هود رو میخوام بهش اشاره کنم اون عدد موعود 20 دلار رو بهش رسیدیم همون عددی که از سال 2023 از نوامبر سال 2023 با هم صحبت کرده بودیم به قیمت دلار بود امیدوارم که این ترید براتون خوب بوده باشه به شخصه من هفته پیش هم گفتم کاری که من انجام دادم این بود که قسمت لورج دار پوزیشن هامو که آپشن ها بودن خالی کردم و قسمت طولانی مدتی که به شکل خرید سهم بود در رابین هود رو فعلا نگه داشتم و فکر میکنم که تا سالیان سال آینده این, حالت ادامه دار خواهد بود ممنون از اینکه همراه ما بودین امیدوارم از شوخی دروغ سیزر من ناراحت نشده باشین باز میخوام بابت صدای امروزم هفته دیگه میبینمتون و امیدوارم که سالی پر از خوشی و شادی رو پیش رو داشته باشین و سیزه به در هم به همتون خوش گذاشته باشه تا دیداری بعد خدا نگهدارتون دارتون باشی.